سلام و وقتتان بخیر. بیننده های خوب تلویزیون آریانا، یک دنیا تشکر از اینکه باز هم گزارش ما را به خاطر دیدن انتخاب کردین. من امیل از داخل لیسه فیض محمد کاتب هستم. به اداره این مکتب آمدیم، پیش مدیر صاحب آمدیم، امرای زنا صحبت میکنیم و این لیسه در یک موقعیت قرار داره که مربوط کابل میشه، اما فکر میکنم از توجه یک تعداد کاملا بیرون مانده. گپ خود مدیر صاحب مکتب میگه که کوی چل دختران ما را از کابل و کابلیان بخی جدا کرده، به این خاطر هم توجه یک تعداد بیشتر این طرف جلب نمیشه. مدیر صاحب سلام، صبحتان بخیر، خدا معرفی بکنید. تشکر، سلامت باشین. اسم من احمد رستگار، مدیر لیسه عمومی لیسه عالی فیض محمد کاتب واقع شهرک اتفاق بوده میباشم. ما امروز از آمدن شما در این مکتب اظهار تشکری و سپاس میکنیم. ما را خوش ساختین، واقعا تشریف آوردین تا از بعضی مشکلات از ما شما با خبر شین و آگاه شین. و ما این لیسه در سال 1390 به اصطلاح افتتاح شده یا تأسیس شده و امسال سال نهم هستند. در حدود 10,000 شاگرد ما داریم از صنف اول تا 12 لیسه بچه ها و همچنان از اول تا 12 صنف دخترها هستند. لیسه دخترها منتها مکتب مختلط بوده، در سه تعمیر کرایی شاگردای ما تدریس میشن که شما فعلا در تعمیر نمبر 2 هستین که هر سه تعمیر کرایی بوده. و با معذرت، پیش از اینکه موضوع تعمیر به مدیر صاحب، سال گذشته من آمدم در بغل کوی چل دختران یا کوی که به نام کوی تانک یاد میشه، در اونجا طفلک‌ها در دامنه کو نشسته بودن درس میخواندن. به مو خاطر هم از اون زمان یادم بود، وقتی که ای برادر ما از آلند می آمد به ما گفتن کجا بریم، ما گفتم اینطور یک جایی را دیدیم. حال صاحب تعمیر شدین، کدام تفلکایی کدام تعمیر در دامنه کو درس می خواند سال گذشته؟ سال گذشته از صنف اول تا صنف ششم در دامنه کو درس می خواندن. فعلا این مکتب در اونمو ساحه 7 چریب زمین داره، مون تا زمین در دامنه کو واقع شده، یک کمی به اصطلاح مشکلات خود دارن. امسال سال نهم هستن که وزارت معارف اگر شما شکایات خود و پیشنهادات خود تا خود پارلمان مجلس اولسی جرگه کشور و همچنین تا ریاست جمهوری را و همچنین تا وزارت معارف و ریاست معارف شهر، ما پیشنهادات خود چی از طریق مردم، چی از طریق اداره مکتب، چی از طریق بزرگان این شهرک پیشنهاد شده، من تا تعمیر تانو ساخته نشده. ما 10,000 شاگرد داریم، در 3 تعمیر کرایی درس میخونیم. یعنی مکتب ما به نام لیسه صحرایی یاد میشه که فوق العاده این مکتب نظر به تعدادی که 700 مکتبی که در داخل شهر کابل به اصطلاح مکتبی که دارای امکانات ضعیفه یا امکانات درست نداره یا آسیب پذیر از نگاه موضوع امنیتی خواهم در یک فضای باز قرار داریم، یعنی فوق العاده مکتب آسیب پذیره. بله. مدیر صاحب تشکر از معلومات که ارائه کردین. امروز برادر ما که آمدن از هلند میخواین یک مقدار کمک کنه بر شاگردا، قرطاسیه بر از اینا توزیع بکنه، چگونه ارجابی میکنین؟ خوش میشین یا خفه؟ اگه خفه میشین که ما هم یاره پس ببریم. تشکر دوست عزیز، ما این برادر ما که از هلند آمده با ما یک مقدار قرطاسیه برای شاگردای ما آوردن، ما جدا از شما بسیار اظهار خوشی و سپاس میکنیم. تشکر، چون شما امی مقدار قرطاسی خوره به مستحق ترین لیسه در شهر کابل، شما امینجی که آوردین جستجو کردین، یعنی مستحق ترین شاگردای امی سا هسته که یک سایه بسیار فقیر نشینه، مردمی بسیار ضعیف و کم اقتصاد در اینجا جا بجا شده و شما واقعا بسیار یک انتخاب درست داشتین در قسمت توزیع قرطاسیه، که یعنی یک مکتبی که از نگاه امکانات هم من واقعا سال گذشته وقتی دیدم هیچ فراموشم نمیشد و کاری هم کرده نمیتونستیم به خاطر که تعداد نامخدمات 10,000 شد. 10,000 شاگردم توان یک فرد عادی بیرون است. تشکر از شخصیت های خیر، از دوستای معارف دوستی از ما که واقعا ما را در یک گوشه دنیا پیدا میکنه و همکاری همراه شاگردای ما میکنه. ما قلبا شما ایثار تشکر و سپاس میکنیم. سلامت باشین مدیر صاحب، پس بین که بریم به طرف توزیع. تشکر، ما شما طرف توزیع میریم و داخل صنوف دمی تایمی که فعلا شما هستین، ما 15 شعبه صنف سوم داریم. صنوف های سوم هستن که شاگردای بسیار مستحق هستن. ما به اون صنف ها میریم فعلا. شما تشکر، ما زنده باشین. حرکت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من فرید افشار هستم و از کشور هلند آمدیم به خاطر از اینکه یک مقدار کمک داشتم. همیشه میایم و امسال خوشبختانه که از طریق شما تانستم بیایم اینا رو به بچه های هر مکتب به دست خود توزیع کنیم. بله، چی بود برای طفلک ها؟ تحفه‌شان چی است؟ تحفه‌شان 4 کتابچه است، 2 تا خط‌دار، یک رسم، یک کتابچه انگلیسی، یک دونه رنگه، 2 تا پنسل، 2 تا خودکار، 2 تا پنسل پاک، 2 تا قلم تراش و یک دونه دوسیه که شامل یک بسته بسته‌بندی میشه. همه چیز است؟ همه چیز است. برای یک دوسیه مایشان میشه؟ انشاءالله که خب اگر کوشش کنه شاید جاتر شود. چی انگیزه باعث شد که شما از خارج از افغانستان بین و برای طفلک ها کمک کنید؟ ولی همیشه چون خودم یک زمان که مهاجر بودم مشکلات داشتم که درس نمیتونستم بخوانم و روز به روز میبینیم که کودکای ما از بیسوادی، بیسپندی و به شغلای دیگر رو میارن. فقط خواستم که به همین خاطر همین کمک ها را نقدی به کسی نتم یا به نظرات که مردم میتن به نفرهای اساس نمیرسه، خودم به دست خود بیام اینا رو به همین طفلات توزیع کنم. تشکر. گفتنیتان یا پیامتان بردگه وطندارای ما شما خارج از افغانستان است چیست؟ والا گفتنی ما ایست که هر وطندار ما توانایی داره، فرق نمی کنه چقدر و از کدام کشور در کجا بیاین، که راه حل نجات وطن تنها دعا نیست. بیاین دست به دست هم بتیم، هر کس به توان خود هر مقدار که میتونه بیاید کمک کنه. و این دفعه خوشبختانه برادرم که میخواد مکتلای شریف بره 2500 یورو را متخصص امی کار هم داد. پولی که باید اج میرفت اج نرفت و بر شما داد که بیاین کمک کنید؟ بله، چون من هر سال هر 2 سال 3 سال بعد میایم مبلغ شاید 1000 یا 2000 دانه میاوردم. امسال خوشبختانه که اونا می تصمیم گرفتن بیش از 4500 جلد قلمی بسته ها برام بسته بندی برای کمک برای طفلای وطن آوردیم. بسیار تشکر. نگفتن همونن که آقای افشار از زمانی که هلند بودن گفتن ما میایم کابل، میایم کابل هم آمدن با ما تماس داشتن که کجا بریم، کدام مردم خیلی زیاد نیازمند است. ما به شهرک اتفاق نزدیک کوی چل دختران که در آخر برچه قلعه نو موقعیت داره اینجا را آدرس دادم. بختر سال گذشته وقتی ما آمدم در دامنه کو روی زمین روی کو این کودک ها میشتن و درس میخواندن، اما خوشبختانه امسال آمدیم یک تعمیر کرایه وزارت معارف بر از اینا گرفتن. میبینیم وضعیت شام خراب است، اما بازم خوب است که حداقل یک سرپناه هست. واقعا یام جای افتخار است. ما هفته پیش در طرف دیسابز رفتم، تعداد 800 جلد که دمی پاکت ها روی توضیح کردم، اونا هم بسیار به مشکلات، حتی بیشتر سنفایشن روی فرش بود، فرش های پلاستیکی. و از من تقاضا کردن گپ های به حساب می شد که، و من گفتم توانایی من فعلا همی است که فقط و فقط بیایم طفلا را یک لب قرتاسیه بتیم. بله، سلام، نام چی است؟ علی آقا. آفری. نام پدر چی است؟ محمد علی. باشنده کجاستین؟ در کجا زندگی میکنین؟ منطقه چی نام داره؟ منطقه کابل. کابل، کجای کابل؟ در شهرک اتفاق. آفرین. پدر چی کار میکنه؟ کار دلکاریه دیگه. بیادر کلان داری؟ نه، تو نه خود نیست. خودت برادر کلان. خودت برادر کلان هستی؟ آره، دیدن یک رزگاه سه ماهینا دیگه سنفی دویا. آفرین. با سنف چند مکتب هستی حالا؟ خود ما؟ سنف 3. سنف 3. پدرت برات قلم و کتاب چه زیاد میخره یا مادرت؟ اردیش یک میخره. خب، دیگه کسان براتون کمک کده بود؟ کتاب چه و قلم آورده بود؟ ده گذشته؟ زیاد آوردن یا کم؟ نامعلومه. تشکر. همون قسمه که گفتم آقای
افشار. تنها نامدن خانوادهشون هم امرایشون آمده و بچه هایشون هم از اونجا آمده و می هدف که کودک های افغان را ببینه و از نزدیک بتونه همکاریشون بکنه. جعفر جان صحبت بخیر، بگو که چه وقت آمده؟ اگر چه پدرت یادآور شد خب از زبان خودم بگو که چند روز میشه آمده این تقریبا؟ میشه یک 24 روز میشه. 24 روز میشه که آمده. این از کجا؟ از آلند. از آلند. آفرین. اونجا مکتب میخونی خودت؟ بله. صنف چند؟ 6. صنف 6 مکتب. مکتب شما با مکتب از یا فرق میکنه؟ بله. چی فرق میکنه؟ اونجا سال کمتره، اگه اینجا صنف 4 است، صنف 5 میرم، ولی اونجا 6، اونجا 7 میرم. بچه های کار چی کمک کردین؟ ما قلم کتابچه خودکار چیزا آوردیم که وطن رو بهترتر کنیم از افغانستان. تشکر. زنده باشین. خب، امروی یکی از این بچه کام گپ میداریم، امروی از این دیگه گپ میزنیم. خوش کم کمی نزدیک شام. سلام، صبح خیر، نام چیز؟ محمد زیا. احمد زیا یا محمد زیا؟ محمد زیا. محمد زیا. فرزند؟ علی یاور. علی یاور. نام پدرت علی یاور است؟ نه. بسیار خوب. بیادر کلان داری؟ هسته. کی برد قلم و کتاب چه میخره در خانه؟ پدر ما. پدرت میخره؟ مادرت نمیخره؟ مادر من میخره. پدرت با سواد است؟ مکتب خونده پدرت؟ خونده ری. چی کار میکنه الان؟ خب امروز خو ای کاکا براتون قلم و کتابچه آورد نی؟ دیگه کس هم در گذشته براتون آورده بود قلم و کتابچه؟ در سنف 3. در سالای دیگه کس کمکتون کردن؟ چی آورده بودن براتون؟ دسکاول کتابچه آوردت. دسکاول؟ دسکاول خواهد دختر هاست؟ آوردت ازم دسکاول. خب تشکر دوستان عزیز، یک دونه تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. شما هم اگر میخواین در چنین کارهای خیر سهم بگیرین پس سر از این لحظه اقدام بکنین. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.